سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. حسن روحانی غرب را متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی کرد و هدف از این اقدام غرب را جلوگیری از پیشرفت علمی ایران دانست. آقای روحانی خطاب به مقام‌های غربی گفته شما امضای خود را در NPT زیر پا گذاشتین، برای چه دانشمندان ما را ترور کردین؟ به نظر می رسد این اظهارات اعتراف صریح یک مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی به ماجرای ترور حسن تهرانی مقدم است. آقای تهرانی مقدم مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه در آبان ماه سال 90 در انفجاری در پادگانی در ملارد به همراه 15 تن دیگر کشته شد. دلیل این انفجار از سوی سپاه حادثه اعلام شد، اما همزمان برخی از سرداران سپاه از جمله حسین علایی نوشتند که انفجار به علت حمله مستقیم موشکی بوده و قرار بوده که در آن زمان علی خامنه ای نیز حضور داشته باشد. نشریه تایم نیز در همزمان به احتمالات دخالت اسرائیل در این انفجار اشاره کرده بود. از آقای حسن تهرانی مقدم به عنوان پدر موشکی ایران نام برده می شود. اعضای هیئت دولت در جلسه روز یک شنبه ضمن بررسی نحوه اجرای مرحله بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها، ادامه گفتگوها در این باره را به جلسه فوق‌العاده امروز دوشنبه موکول کردند. به گزارش پایگاه ریاست جمهوری، اعضای دولت همچنین در خصوص تعیین ترتیبات اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. در خبری دیگر، رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قانون بودجه سال 93 کل کشور را به منظور اجرا رسماً ابلاغ کرد. محمد تقی مصباح یزدی با حمله به رئیس جمهوری ایران گفته است اگر رفتار یک دولت به جایی رسید که به تشخیص صاحبان بصیرت این رفتار قیام علیه اسلام بوده، تقیه جایز نیست و با تمام وجود باید مبارزه کرد. این عضو مجلس خبرگان افزوده است اینکه عده‌ای با طرح حقوق شهروندی خواستار تساوی همگان از بهایی و یهودی و مسلمان شوند پذیرفتنی نیست و کسانی که این مسئله را پیگیری می‌کنند که در دانشگاه بریتانیا درس خواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دانش آموخته یکی از دانشگاه‌های بریتانیا است و به نظر می‌رسد منظور مصباح یزدی از این سخنان روحانی و گروهی از اعضای دولت 11 باشند. چند پیش محسن قرویان از شاگردان سابق مصباح یزدی از نزدیکان دولت روحانی در یک افشاگری گفت شاگردان مصباح پروژه‌های کلان اقتصادی دارند و در جلساتشان هر موضوعی را بر اساس منافعشان با روایات مندرآوردی گره می‌زنند و به تاراج مشغولند. در تازه‌ترین خبر از روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی، یک مقام ایرانی گفت 5 مرزبان ایرانی سالم هستند اما هنوز آزاد نشدند. در خبری دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در دیدار با رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان گفت پاکستان به سرعت قضیه گروگانگیری اتباع ایرانی را حل کند. دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با هشدار به گروه جیش العدل گفت هر گونه تعدی به مرزبانان ایرانی با پاسخ کوبنده روبرو می شود. گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت 5 مرزبان ایرانی که پیش از این دستگیر شده بودند سالم هستند اما هنوز آزاد نشدند. بخشایش پیرامون شایعه آزادی 5 مرزبان ایرانی که در مرز پاکستان دستگیر شده بودند گفت ایران بحث آزادی این سربازان را پیگیری می کند. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم در دیدار با رئیس مجلس ایالات بلوچستان پاکستان گفت این گروگانگیری ها باعث سوء تفاهم در روابط ایران و پاکستان می شود و لازم است نهادهای امنیتی پاکستان به جدیت و سرعت قضیه گروگانگیری اتباع ایرانی را حل کنند. در خبری دیگر، محمد حسن آصفری دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اگر جیش العدل به مرزبانان ربوده شده ایرانی تعدی کند، پاسخ ما به آنها کوبنده بوده، آنها را از این حرکت و عمل خطایشان پشیمان می‌کنیم. وی افزود جیش العدل هرچه زودتر بر سر عقل آمده و این مرزبانان را آزاد کند، چرا که دولت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق این مرزبانان قدمی کوتاه نمی آید و به طور قطع و مسلم اگر به این مرزبانان تعدی شود به شکلی قاطع و کوبنده پاسخ این گروه را می دهیم. آصفری به آزادی 11 زندانی ایران در پاکستان اشاره و تصریح کرد بر اساس اخبار واصله‌ای که تا کنون داشته ایم
متاسفانه این پنج مرزبان بین جمع 11 زندانی آزاد شده نبودند. وی افسود در حال حاضر با جدیت آزادسازی این مرزبانان را دنبال کرده، از طریق دستگاه دیپلماسی کشور و مجلس پیگیر آزادی آنها هستیم. دو روز پیش خبرگزاری دولت ایرنا با تکیه بر خبر یک شبکه خبری پاکستانی اعلام کرد که سربازان ایرانی ربوده شده توسط گروه جیش العدل آزاد شدند و پس از آن خبرگزاری فارس نیز به نقل از سردار جزائری آزادی این سربازان را تایید کرد. امریک ساعتی بعد توسط جزائری تکذیب شد. در همین حال جیش العدل با انتشار بیانیه تاکید کرده که هنوز سربازان ایرانی در اختیار این گروه هستند و این گروه به خاطر سیستم جنگ‌های چریکی اصلا دارای پایگاهی ثابت نیست که نیروهای نظامی بتوانند این اسیران را آزاد کنند. در ادامه این بیانیه این گروه تمایل خود را به مذاکره دوباره با مقامات ایرانی نشان داده است و بر خواسته های خود مبنی بر آزادی تعدادی از افراد خود که در زندان های ایران هستند تأکید کرده است. این گروه مدعی شده است علت کشته نشدن سربازان ایرانی در روزهای اول به این خاطر بوده است که این سازمان به اصول انسانی اعتقاد دارد و حتی زمانی که حکام شرع این سازمان حکم اعدام گروه بانی یکم جمشید دانایی فر را دادند، اما باز همین سازمان از انجام این اعدام خودداری کرد. در پایان این بیانیه این گروهک تروریستی هشدار داده است که این آخرین فرصت برای ایران است که زندانیان این گروهک را آزاد کند. گروه سنی مذهب جیش العدل 19 بهمن ماه مسئولیت ربودن 5 تن از مرزبانان ایرانی را در منطقه جکیگور استان سیستان و بلوچستان بر عهده گرفت. افراد ربوده شده عبارتند از یک نظامی درجه دار و 4 سرباز. جیش العدل میگوید مرزبانان ایرانی را در ازای آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان و سنی اسیر در سوریه توسط سپاه پاسداران آزاد می کند. همزمان با آغاز سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، یک رسانه آمریکایی از درخواست این کشور از اسرائیل برای پایان دادن به برنامه کشتن دست‌اندرکاران برنامه اتمی ایران خبر داده است. شبکه CBS این گزارش را بر اساس اطلاعات دان راویو روزنامه نگار اسرائیلی منتشر کرده است. در همین راستا نیز یک روزنامه اسرائیلی نوشت با وجود سکوت اسرائیل در سالهای گذشته کارزاری برای شکار دانشمندان هسته‌ای ایرانی در جریان بوده است. این خبرنگار اسرائیلی افسوده موساد به این نتیجه رسیده که ادامه طرح کشتن مهره‌های مرتبط با برنامه اتمی ایران برای اسرائیل به مأموریتی به شدت خطرناک تبدیل شده است. شبکه CBS نوشته نتانیاهو اکنون به موساد دستور داده است که شواهد مربوط به فریبکاری ایران در جریان تعهدات خود بر اساس توافق اتمی ژنو را گردآوری کنند. این خبر پیشتر نیز در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده بود. دست کم 5 نفر از دست‌اندرکاران مرتبط با طرح‌های هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر مورد سوء قصد قرار گرفتند که اکثر آنها بر اثر انفجار در اتومبیل خود کشته شدند. دبیرکل اتحادیه عرب گفت یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین نقش بارزی به عنوان رهبر تاریخی ملت فلسطین ایفا کرد. به گزارش رویترز نبیل العربی در 7 نشست مؤسسه یاسر عرفات که در مقر دبیرخانه اتحادیه عرب برگزار شد گفت اتحادیه عرب تمامی جزئیات مربوط به ترور عرفات را پیگیری می کند، همچنان که کمیته ویژه در دبیرخانه اتحادیه عرب به این منظور تشکیل شده است. در 21 دسامبر 2013 شورای اتحادیه عرب در سطح وزیران تصمیم گرفت که یک گروه عربی در نیویورک را برای مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل جهت درخواست تشکیل کمیته مستقل و بی‌طرف بین المللی به منظور تحقیق در قضیه ترور عرفات مأمور کند. العربی همچنین تاکید کرد که پیگیری پرونده ترور عرفات و دستیابی به حقیقت یک وظیفه ملی فلسطینی و عربی است. منابع امنیتی یمن از فرود اضطراری یک فروند هواپیمای نظامی این کشور و همزمان ربوده شدن سرنشینان آن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این هواپیما از نوع آنتونوف AN-26 بوده که برای انتقال مواد غذایی و تجهیزات به کار می رفت و در منطقه صحرایی مهجل فرود اضطراری داشت. منابع محلی گزارش دادند که خلبان، کمک خلبان و 4 نظامی که سرنشین این هواپیما بودند، پس از فرود اضطراری این هواپیما توسط افراد مسلح قبایل یمن به گروگان گرفته شدند. تماس ها برای آزادی این افراد و اینکه ارتش بتواند این هواپیما را در اختیار بگیرد و آن را به صنعا بازگرداند ادامه دارد. اما تنش در شبه جزیره کریمیه در اوکراین بالا گرفته است و ارتش این کشور در واکنش به تحرکات روسیه به حالت آماده باش در آمده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیشب در یک تماس تلفنی که 1.5 ساعت طول کشید از ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواست نیروهای روسیه در اوکراین دخالت نکنند. در همین راستا دبیر کل ناتو هم از روسیه خواست نیروهای خود را به پایگاه‌هایشان بازگرداند و از ورود به مناطق دیگر اوکراین خودداری کند. اوکراین از اعضای ناتو نیست اما خواستار حمایت ناتو در برابر اقدامات روسیه علیه این کشور شده است. بحران اوکراین در پی تصمیم روسیه برای اعزام نیرو به شبه جزیره کریمه ابعادی تازه یافته و رئیس جمهوری موقت اوکراین فرمان آماده باش کامل به ارتش این کشور داده است. آندری پاروبی، رئیس شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین در این خصوص گفت این شورا از وزارت دفاع خواسته است تمامی افراد مورد نیاز نیروهای مسلح را از سراسر کشور به خدمت فرا بخواند. در همین حال و اظهار نظرهای مختلف پیرامون بحران اوکراین، جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS ضمن محکومیت شدید اقدامات نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه گفت که روسیه تهاجمی غیر قابل باور در اوکراین انجام داده و تهدید کرد که این کار عواقبی بسیار جدی شامل تحریم‌ها از جانب آمریکا و سایر کشورها را در پی خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که روسیه با حمله به یک کشور دیگر بر اساس بهانه‌ای کاملاً بی‌مورد به سبک یک کشور قرن 19 عمل کرده است. وی افسود اینها اقدامات فردی که قوی می‌باشند نیستند. پوتین از سر ضعف و ناامیدی عمل می‌کند. جان کری در ادامه به روسیه هشدار داد که جایگاه خود را در گروه G8 از دست خواهد داد. مسدود شدن دارایی‌ها علیه تجارت روس‌ها و تحریم‌های اقتصادی و نیز ممنوعیت صدور ویزا از دیگر تنبیهات احتمالی آمریکا علیه روسیه خواهد بود. جان کری گفت که روسیه هنوز مجموعی از انتخاب‌های درست را در اختیار دارد تا بحران در اوکراین را کاهش دهد. وی گفت ما نمی‌خواهیم این مسئله تبدیل به نبرد بین شرق و غرب شود. می‌توانیم مشکل را حل کرد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که زندگی شهروندان روسی و روس زبانها در اوکراین در معرض خطر قرار دارد و این کشور باید اقدامی انجام دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی روز شنبه با باراک اوباما همتای آمریکایی خود تأکید کرد روسیه حق دارد از منافعش و ساکنان روس زبان در شرق اوکراین و شبه جزیره کریمه در صورت بروز هر گونه خشونت دفاع کند. ریاست جمهوری روسیه در بیانیه اعلام کرد که پوتین به اوباما گفته است که در حال حاضر خطر واقعی جان شهروندان روس را در خاک اوکراین تهدید می کند. وی همچنین گفته است که آنها با اقدامات تبهکارانه ناسیونالیست های تندروی مورد حمایت زمامداران فعلی در کیف روبرو هستند. در تحول دیگر دادستانی اوکراین اعلام کرده است که فرمانده نیروی دریایی این کشور به اتهام خیانت محاکمه خواهد شد. دادستانی اوکراین افزوده است دنیس برزوفسکی که 2 روز پیش به فرماندهی نیروی دریایی اوکراین منصوب شده بود بدون مقاومت در برابر نظامیان روس مقر مرکزی نیروی دریایی را در شهر سواتستوپول به آنها تسلیم کرده است. تلویزیون روسیه روز یکشنبه این دریا سالار را نشان داد که در نسبت به نخست وزیر جدید کریمه که خود چند روز پیش از سوی مسکو منصوب شد ابراز وفاداری کرد. دولت اوکراین فرمانده جدید را برای نیروی دریایی کریمه تعیین کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری‌های روسیه از تشکیل نیروی دریایی جمهوری خودمختار کریمه خبر دادند و می‌گویند که دنیس بروزوفسکی به فرماندهی این نیروی دریایی منصوب شده است.
در رویداد دیگر دبیر کل ناتو آندرس راسموسن پس از نشست اضطراری این پیمان در بروکسل از روسیه خواست نیروهای خود را به پایگاهشان بازگرداند و از ورود به مناطق دیگر اوکراین خودداری کند. راسموسن اقدامات روسیه در کریمه را نقض قوانین بین المللی خواند و گفت مجوز پارلمان روسیه برای مداخله نظامی در اوکراین بسیار نگران کننده است و روسیه باید تنش را کاهش دهد و دو کشور مسئله را با گفتگو در شورای امنیت سازمان ملل یا سازمان امنیت و همکاری اروپا حل کنند. اوضاع در کریمه در روز شنبه اول مارس با تصویب طرح اعزام سربازان روس به این ناحیه از سوی دومای روسیه متشنج‌تر شد. دولت موقت کیف اعلام کرده که در حال حاضر نزدیک به 6000 سرباز پیاده روس در شبه جزیره کریمه حضور دارند. بخش مهمی از ناوگان دریایی روسیه از جمله زیردریاهای اتمی و کشتی‌های جنگی روسیه در سواستوپول مستقر است. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین از روسیه خواست که نیروهای نظامی را به سربازخانه‌ها بازگردانند. او گفت که مداخله نظامی در کریمه را به مسابقه جنگ با اوکراین می‌داند. قرار است امروز دوشنبه 3 مارس نشست مشورتی ویژه‌ای از سوی دبیر کل ناتو برای بررسی بحران اوکراین در بروکسل تشکیل شود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اظهاراتی درباره تحولات اخیر در اوکراین داشت که همکارمان محمد رضا شاهید از پاریس ما را در جریان آن قرار می‌دهد. وضعیت در اوکراین و نگاه جهان به این مسئله و بحران موضوع گزارش امروز است. می‌دونید که امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل جمع خواهند شد و آقای جان کری فردا در کیف خواهد بود. اما نگاه به موضوع اوکراین، دیروز آقای فابیوس وزیر خارجه در یک مصاحبه رادیویی گفت که و پیشنهاد داد که اتحادیه اروپا مراوده خودش رو در نشست G8 که در سوچی خواهد بود در ماه جوان کنسل بکنه و تا این لحظه بریتانیا این پیشنهاد رو پذیرفته. ابتدا خواهش بکنم به گفته های آقای فابیوس توجه کنید. Premièrement, nous condamnons l'escalade militaire russe. بیش از هر چیز ما دخالت نظامی روسیه را محکوم میکنیم. ما امیدواریم هر چه زودتر مذاکراتی در پی کسب راه حل انجام بگیرد، یا به طور مستقیم روسیه و اوکراین که بهترین روش خواهد بود، یا توسط سازمان ملل. پس محکومیت روشن و مشخص است. نکته دوم، تصمیم و روش دولت روسیه مخالف تفاهم نامه G7 و G8 است. از در همین استدلال فرانسه میخواهد تا زمانی که چاره کار فراهم نشده پیش نشست G8 که در سوچی خواهد بود لغو شود. نکته سوم، ما تمامیت ارضی و استقلال اوکراین را باور داریم. ما همه نوع حمایت به خصوص اقتصادی را در اوکراین دنبال خواهیم کرد. نشست G8 از هر نظر البته سیاسی و اقتصادی و بسیار مهم است. روسیه به طور سنتی دوست ماست. در نتیجه ما از یک دوست دیرینه انتظار بیشتری داریم تا که فقط ستای چکمه نظامی. لا روسی ترادیشنلمان این اوتر امی نوز اتندون دن امی ترادیشنل اوتر شوز کن بروی بوت. در مورد گفته های آقای فابیوس، تحلیل هایم می گوید که این تصمیم گیری آسان نیست. گاز روسیه 60% از اوکراین عبور می کند. در نتیجه این هر دو به هم خیلی نیازمندند. تحلیل های دیگر، آقای ژان پیر شوونمان وزیر پیشین دفاع که در زمان آزادسازی کویت به آقای میتران نگفت و استعفا داد، او می گوید که اصولا اوکراین قرار بود در سال 2008 به ناتو بپیونده. کاری رو که آقای پوتین در 2008 با گرجستان کرد میتونه در اوکراین بکنه و یکی دو ایالت رو صاحب بشه. قدیم ها آقای پوتین گفته بود که اوکراین یک اتفاق اشتباه تاریخ است، در خاک روسیه یک دولتی رو تأسیس کردند. نکته دیگری که در تحلیل ها به چشم میخورد این است که آقای پوتین آیا در انتظار واکنش جهان ایستاده یا اینکه میخواد بدونه مردم اوکراین چه باوری دارن. یک تحلیل دیگری هم که خیلی بهش اعتمادی نیست شنیده شده این است که تکلیف دولت بشار اسد و سوریه
در این بدبستان هایی که ناگهان اتفاق افتاده چه خواهد بود؟ پاریس، تلویزیون ایران فردا. آمریکا اجازه پرواز هواپیمای هیئت پارلمانی ایران از فراز آسمان این کشور برای سفر به مکزیک و کوبا را صادر نکرد. به گزارش خبرگزاری مجلس، محمد صالح جوکار گفته است با توجه به مخالفت آمریکا با ارتباط گسترده جمهوری اسلامی با کشورهای آمریکای لاتین، این کشور اجازه پرواز هیئت پارلمانی ایران را از فراز خاک خود نداده است. به گفته این عمل زشت آمریکایی‌ها قابل قبول نیست و ما مصممیم حضور خود در آمریکای لاتین را پررنگ‌تر کنیم. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته است مجلس به دنبال جایگزینی مسیر دیگری برای سفر به کشورهای آمریکای لاتین است. آقای بروجردی گفته آمریکا به دلیل حضور بنده در این سفر با اجازه پرواز هواپیمای ایرانی بر فراز آسمان کشورش مخالفت کرده. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران گفته آمریکایی‌ها امروز از جمهوری اسلامی می‌ترسند و برای حفاظت از ناوهای خود در خلیج فارس گونی‌های شن می‌چینند تا اگر مورد هجوم قایق‌های تندرو قرار بگیرند از خود دفاع کنند. و با اشاره به اظهارات برخی مقامات آمریکایی در خصوص روی میز بودن گزینه نظامی علیه ایران هم گفت آمریکایی‌ها در موقعیتی نیستند که بتوانند اقدام نظامی علیه ایران انجام دهند و ما تنها کشوری هستیم که بیشترین فرمانده جنگ دیده در جنگ واقعی داریم. آقای شریف با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای تاکید کرده است دشمنان ما امروز در موضع ضعف هستند که حاضر به نشستن پای میز مذاکره شدند. معاون اجرایی و هماهنگی مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده است علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه سخنرانان 15 اجلاس خبرگان رهبری خواهند بود. حسن سامعی به خبرگزاری ایرنا گفته است حسن روحانی نیز با عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری در این اجلاس حضور خواهد داشت. 15 اجلاس اعضای مجلس خبرگان رهبری در روزهای 13 و 14 اسفند ماه در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. مجلس خبرگان وظیفه تعیین رهبر و نظارت بر عملکرد او را دارد، اما این مجلس در جمهوری اسلامی به نهادی تشریفاتی تبدیل شده که دائما به تمجید از رهبر ایران می پردازد. ابراهیم امینی امام جمعه موقت قم گفته است زمان روح الله خمینی سانسور کم بود. آقای امینی اشاره کرده که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی تاکید داشت رسانه‌ها واقعیت را برای مردم منعکس کنند. این اظهارات در حالی است که از ابتدای انقلاب تا کنون سانسور وسیعی بر رسانه‌ها حاکم است و علی‌رغم تاکید برخی مسئولان نظام بر لزوم گسترش آزادانه اخبار و اطلاعات، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی را در خود جای داده است. مقابله نظام با دسترسی آزادانه شهروندان به اخبار و اطلاعات موجب استفاده روزافزون مردم از شبکه‌های ماهواره‌ای شده است. رئیس سازمان بازرسی کل ایران میگوید که در یک پرونده فساد یک مدیر دولتی بدون حتی یک ساعت مأموریت 12 میلیارد تومان حق مأموریت دریافت کرده است. ناصر سراج همچنین از فرار گمرکی با استفاده از جعل سند خبر داد. مسئله تخلفات مالی، سوء استفاده ها و اختلاس ها در ایران به ویژه در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همواره خبرساز بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت در پرونده‌ای که در یکی از استان‌ها در حال پیگیری است، یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت مأموریت 12 میلیارد تومان حق مأموریت و 530 میلیون تومان پول قضا دریافت کرده است. ناصر سراج این مطلب را در همایش اقتصاد مقاومتی بیان کرد، اما از ذکر نام این مدیر و استان مربوط خودداری کرده و جزئیات بیشتری در مورد این تخلف ارائه نکرد. وی در سخنان خود در این همایش ادامه داد همچنین در پرونده دیگری که در یکی از استانهای کشور تشکیل شده است، عده‌ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکردند. احتمال می‌دهیم ارزش مالی این پرونده به 100 میلیارد تومان برسد. ناصر سراج افسود افراد در این پرونده فیش‌های گمرکی را با استفاده از فتوشاپ جعل می‌کردند. اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حالی است که حسن روحانی هم اخیراً با اشاره به فسادهای گسترده در ایران گفته بود هنگامی که 3000 میلیارد تومان اختلاس مطرح شد،
دهانها باز ماند. اما رقم دیگر 3000 میلیارد تومان نیست، بلکه 9000 میلیارد تومان است و تازه ما مطمئن نیستیم که همه‌اش همین باشد، بلکه شاید چیزهای دیگری هم باشد که کشف شود و به دست آید. پیش از سخنان حسن روحانی، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران هم در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره آخرین جزئیات پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران خبر داد که هنوز احکام متهمان این پرونده ابلاغ نشده است. وی با اشاره به اینکه تعداد متهمان این پرونده زیاد بوده است گفته بود برخی از احکام ابلاغ شده و برخی دیگر هنوز ابلاغ نشده، ضمن اینکه یک سری از احکام نیز برگشت خورده است. در همین حال روز یکم اسفند حفیظ الله خواجوی رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از کشف پرونده اختلاس 1,057,000,000 در بانک‌های این استان با دستگیری یک متهم خبر داد. پیش از آن در 17 بهمن ماه دادستان رشت به خبرگزاری فارس خبر داد که متهمان پرونده اختلاس شورای شهر رشت با قرار چند میلیاردی آزاد هستند. علی مصطفوی نیا افسود که تمام اعضای شورای دوره سوم شهر رشت به جز 2 نفر درگیر پرونده اختلاس هستند. دادستان رشت به اختلاس شهردار سابق آستانه اشرفیه اشاره کرد و افسود این فرد 300 میلیون تومان از پولی که اختلاس کرده بود برگشت داد که با این کار تبرئه نمی شود، اما حبس آن تعلیق و از خدمات دولتی منع شده است. وی همچنین با بیان اینکه پرونده 600 میلیارد ریالی اختلاس آموزش و پرورش مورد رسیدگی قرار گرفت و به قطعیت رسید خبر داد که پرونده های غیر قطعی نیز وجود دارد. با پایان دولت محمود احمدی نژاد تعداد زیادی از پرونده های فساد اقتصادی مسئولان و مدیران دولتی در رسانه های خبری مطرح شده است. اوایل بهمن ماه سال جاری خورشیدی وزیر دادگستری ایران از دستگیری بیش از 10 نفر از مدیران، رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به ویژه اداره کل استان تهران به اتهام فساد مالی خبر داده بود. بازداشت شماری از کارکنان عالی رتبه سازمان تعزیرات حکومتی در حالی صورت گرفت که این سازمان خود به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی در ایران به شمار می رود. رضا زراب، تاجر ایرانی تبار مقیم ترکیه و همسر خواننده مشهور ابرو گندش که پیشتر به اتهام فساد مالی از سوی پلیس ترکیه دستگیر شده بود، پس از طی 2 ماه بازداشت آزاد شد. بازداشت آقای زراب در ترکیه سرآغاز جنجال‌های بسیاری در سطوح بالای سیاسی ترکیه بود که حتی منجر به استعفای چند وزیر کابینه آقای اردوغان و بازداشت بسیاری از نزدیکان کابینه آقای اردوغان شده بود. پرونده فساد مالی در ترکیه بزرگترین بحران سیاسی حزب عدالت و توسعه را در طی 11 سال اخیر برای این حزب که قدرت را در دست دارد رقم زده. مایستان بختیاری و جزئیات بیشتر. رضا زراب، تاجر ایرانی تبار و مشهورترین متهم پرونده فساد مالی در ترکیه، پس از 2 ماه بازداشت آزاد شد. به همراه آقای زراب فرزندان 2 وزیر سابق کابینه آقای اردوغان، یعنی فرزند آقای ظفر چاغلایان و فرزند آقای معمر گلر هم آزاد شدند. همونطور که روزنامه‌های ترکیه هم می‌نویسند، در شرایط کنونی هیچ کدام از متهمین پرونده‌ای که 2 ماه پیش بازداشت شدند در زندان حضور ندارن. در ارتباط با این موضوع قاضی پرونده گفته که ما نگران آزادی این افراد به ویژه آقای رضا زراب نیستیم، اطلاعات کافی از اونها داریم، اونها به صورت مشروط آزاد شدن و هفته یک بار باید خودشون رو به پلیس معرفی بکنن. ما در جریان بودیم که در اواخر آذر ماه امسال پلیس ترکیه عملیاتی رو آغاز کرد که در اینجا به عملیات 17 دسامبر مشهور شد و طی اون آقای رضا زراب رو به همراه 10 نفر دیگه از جمله چند بازرگان سرشناس به اتهام فساد مالی و دادن رشوه به مقامات دولتی، از جمله دادن رشوه به رئیس بانک خلق ترکیه بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان حتی تعدادی از نزدیکان و وابستگان کابینه آقای اردوغان هم حضور داشتند، همونطور که گفتیم فرزندان چند وزیر کابینه. این اتفاق به واقع فصلی تازه، سرآغاز فصلی تازه در تحولات داخلی ترکیه بود که تبعات خاص خودش رو در حوزه سیاسی و حوزه‌های دیگه گذاشت و جنجال زیادی رو هم به پا کرد. در ابتدا در مواجهه با چنین مشکلی آقای اردوغان سعی کرد که کابینه خودش رو تغییراتی بده و ترمیم بکنه. پس از اون محل خدمت بسیاری از افسران
و حتی قضات دادگستری رو تغییر داد و در ادامه هم با پشتیبانی پارلمان قانون رو به تصویب رسوند که حوزه اختیار و نفوذ وزیر دادگستری رو بر شورای عالی قضایی ترکیه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش میداد. اما همه این در واقع تلاش‌های دولت نه تنها قضیه رو مسکوت باقی نگذاشت، بلکه حتی باعث جنجال بیشتر و اعتراض بیشتر هم شد، از جمله در هفته گذشته که شاید یکی از بی‌سابقه ترین اعتراض‌ها رو شاهد بودیم در آستانه 60 سالگی آقای رجب طیب اردوغان و در سالروز تولد ایشون، شاید یکی از تلخ‌ترین جشن تولدهای ایشون رقم خورد، زمانی که دو فایل صوتی مرتبط با پرونده فساد مالی و منتسب به آقای رجب طیب اردوغان در فضای مجازی منتشر شد و نگاه بسیاری رو به خودش جلب کرد. به هر حال الان هم در شرایط کنونی آزادی آقای رضا زراب انتقادات زیادی رو به همراه داشته، به ویژه در طیفی که مخالف دولت هستن. بعد نیست اشاره بکنیم به گفته یکی از رهبران احزاب مخالف دولت در این ارتباط که گفته یک پسر 29 ساله ایرانی به اینجا آمده و 4 وزیر ما رو خریده. با وجود چنین شرایطی به نظر میرسه که به قول معروف حزب عدالت و توسعه در آستانه فصلی سرد قرار گرفته و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حزب از شانس کمی در انتخابات آتی برخوردار هستش. مریم شفیع پور، فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 7 سال زندان محکوم شد. مریم شفیع پور از 5 مرداد ماه امسال در زندان اوین به سر می‌برد و بنابر گزارش‌ها 67 روز را در انفرادی به سر برد. پیشتر بازجوی وی به او گفته بود در صورت همکاری نکردن برای مریم شفیع پور 7 سال زندان خواهد گرفت. در رویدادی دیگر مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران، سایت مجذوبان نور از اعتصاب قضای 6 نفر از دراویش گنوبادی در زندان خبر داد. به نوشته این وبسایت، رضا انتصاری، امیر اسلامی، مصطفی عبدی، فرشید یداللهی و امید بهروزی در بند 350 زندان اوین و کسری نوری در زندان نظام اعتصاب قضا کردند. اعتصاب کنندگان به عدم معالجه حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو و افشین کرمی، 3 درویش زندانی دیگر که دچار نارسایی قلبی و کلیوی هستند، اعتراض دارند. علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، بار دیگر از آزادی شبکه‌های اجتماعی دفاع کرد و گفت عده‌ای در ایران خود را حق مطلق می‌دانند و هر کسی با آنها مخالفت کرد باید از صحنه کشور حذف شود که این درست نیست. آقای جنتی با اعلام اینکه در حال حاضر 4 میلیون نفر در ایران عضو فیسبوک هستند اضافه کرده در دولت تصور محصور کردن مردم وجود ندارد. جنتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ادامه محدودیت‌های اعمال شده علیه محمد رضا شجریان با بیان اینکه مسئله شجریان تا حدودی سیاسی شده است گفت تلاش وزارت ارشاد این است که آقای شجریان بتواند در کنسرت‌ها مشارکت داشته باشد. وی همچنین از آغاز به کار گروهی از سینماگران کنار گذاشته شده در سال آینده خبر داد و گفت وزارت اطلاعات شکایت خود از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را پس گرفته است. بر اساس گزارش منتشری رسانه‌های داخل ایران، هر دلار آمریکا به قیمت 3040 تومان، یورو 4195 تومان و پوند بریتانیا 5080 تومان در بازار معامله شده است. این در حالی است که قیمت دولتی دلار امروز یکشنبه 11 اسفند از سوی بانک مرکزی ایران 2489 تومان، یورو 3435 تومان و پوند بریتانیا 4167 تومان قیمت گذاری شده است. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز 970 هزار تومان در بازار معامله شده است که نسبت به روز پنجشنبه 8 اسفند ماه 10 هزار تومان افزایش یافته است. خبرگزاری مهر در خبری به نقل از حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، خبر داد که عملیات توسعه 2 پروژه پالایشگاه گاز در کشور متوقف شده است. و یکشنبه 11 اسفند ماه به این خبرگزاری گفته است احتمالاً قرارداد ساخت پالایشگاه بیدبلند 2 و طرح استحصال اتان پالایشگاه پارسیان لغو شود. قرارداد توسعه این 2 پروژه پالایشگاه گاز در سال 89 میان شرکت ملی گاز و شرکت سپهر انرژی وابسته به بانک صادرات امضا شد. اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با گذشت چند سال از امضای قرارداد، تاکنون بانک صادرات اقدامی به منظور جذب منابع مالی و تکمیل این 2 طرح گازی انجام نداده است.
بیژن نامدار زنگین وزیر نفت ایران به شرکت نفتی وابسته به بانک صادرات برای تسریع در عملیات اجرایی و تامین منابع مالی این دو طرح گاز اولتیماتوم داده است. وزیر نیرو با اشاره به تغییر سیاست‌ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت این موضوع باعث شده مصرف انرژی در کشور شدیداً افزایش پیدا کند. در همین حال نصرالله سیفی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران هم گفته است مصرف گاز در ایران به اندازه مصرف گاز اتحادیه اروپا است که بخش عمده آن در بخش خانگی مصرف می‌شود. ایران بزرگترین ذخایر گازی در جهان را دارد اما همواره با کمبود گاز و دیگر انرژی‌ها روبرو بوده است. حمیدرضا چیچیان وزیر نیروی دولت حسن روحانی در کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی گفت هیچ یک از کشورهایی که برای انرژی یارانه پرداخت می‌کنند در مقوله صرفه‌جویی انرژی موفقیتی کسب نخواهند کرد، زیرا مردم آن کشور انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارند. به گفته چیچیان در ایران به دلیل پرداخت یارانه مصرف انرژی همیشه افزایش یافته و حتی از تولید ملی سبقت گرفته است. وی با مقایسه سرانه صرف سوخت در کشورهای مختلف گفت مصرف انرژی سرانه کشورمان در سال 1390 5 برابر کشورهای هند و پاکستان و 2 برابر کشورهای همچون چین و ترکیه بود. وزیر نیرو ایران با اشاره به اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها در سال 1389 و تأثیرات مثبت آن بر مصرف انرژی در سال 1390 تصریح کرد به دلیل تغییر سیاست ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها دوباره شاهد شتاب گرفتن مصرف انرژی در کشور بودیم. وی هشدار داد که با ادامه شرایط فعلی ممکن است ایران در آینده نزدیک به یکی از وارد کنندگان انرژی در جهان تبدیل شود. در همین راستا نصرالله سیفی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم گفت که مصرف گاز در ایران به اندازه مصرف گاز اتحادیه اروپا است که بخش عمده آن در بخش خانگی مصرف می شود. به گفته وی اگر قرار باشد که قیمت گاز بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها تغییر کند، قیمت هر متر مکعب به 1870 تومان خواهد رسید. در حال حاضر هر متر مکعب گاز 70 تومان به فروش می‌رسد. سیفی با بیان اینکه بر اساس قانون قرار بود قیمت گاز بر اساس 75% از قیمت گاز صادراتی تعیین شود، افزود که در واقع چنین اتفاقی رخ نداد. وی افزایش قیمت ارز را یکی از دلایل ناکامی واقعی سازی قیمت‌های حامل انرژی می‌داند. به گفته مدیرعامل بهینه‌سازی مصرف سوخت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ حامل های انرژی به دلیل بالا رفتن قیمت ارز اثرات این طرح کاملا از بین رفت. این مقام دولتی تصریح کرد که همکنون برای گاز طبیعی 84% یارانه پرداخت می شود. این یارانه برای بنزین 77% و برای گازوئیل 81% است. به گفته سیفی سال جاری خورشیدی 210 هزار میلیارد تومان سوخت در ایران مصرف شده و پیش بینی می شود در سال 1393 این رقم به 254 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. دولت قبلی وعده داده بود تا پایان سال 92 با تکمیل دست کم 8 فاز پارس جنوبی ظرفیت تولید و صادرات گاز را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این وعده عملی نشد و ایران نه تنها قادر به افزایش صادرات نشده، بلکه برای تامین نیاز داخلی نیز با مشکلات جدی روبرو است. ایران روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر و هر روز 20 تا 25 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد می‌کند. به این ترتیب تمام ظرفیت تولید به ویژه در روزهای سرد زمستان صرف مصرف خانگی، مجتمع‌های چون بیمارستان‌ها و بخش کوچکی از صنایع بسیار مهم می شود. با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.